همراه میشیم با همکارم امید حبیبی نیا از مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن. امید، بیشتر از تو درباره این تجمع اعتراضی بشنویم. سیما، این روزها لندن برای ایرانیان یک چهره انقلابی پیدا کرده. به دنبال تجمع بی سابقه ایرانیان در میدان ترافالگار و بعد در مقابل نخست وزیری و میدان پارلمان، امروز گروه زیادی از ایرانیان که البته همین الان در واقع این تجمع شروع شد، در اینجا در برابر سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند و یکی از خواسته هایی را که مطرح می کنند بسته شدن سفارتخانه های جمهوری اسلامی در سراسر جهان هست. یادآوری می کنم که حدود 3 هفته پیش در همینجا یک درگیری بین بعضی از معترضان و پلیس رخ داد که منجر شد به 48 ساعت ممنوعیت در برابر سفارت جمهوری اسلامی، تجمع در برابر سفارت جمهوری اسلامی، ولی این تجمع بعد از 48 ساعت لغو شد و حالا بعضی از ایرانیان میگن که هر روز میخوان اینجا در برابر سفارت جمهوری اسلامی تجمع کنن. اجازه بدید با یکی از برگزار کنندگان این تجمع در مورد خواسته اصلی تجمع امروز صحبت کنم. خانم شیرین آوالوتان، بفرمایید. سپاسگزارم از اینکه وقتی رو به ما دادین. همطور که توجه میکنین، ما از همه گروه ها اومدیم اینجا، با هم اتحاد پیدا کردیم، فقط به این خاطر که صدای مردم ایران باشیم داخل ایران و دقیقا این رو عنوان کنیم که این سفارت باید بسته شه، سفیر و تمام کاردان های سفارت باید اخراج بشن. و واقعا در این مدت که ما تظاهرات های مختلفی در گوشه گوشه لندن داشتیم، بسیار موفق بوده. بسیاری از خارجی ها با ما گفتگو کردن و اظهار کردن که طرفداری میکنن در وبسایت های مختلف از ما، و این خیلی موفقیت آمیز بوده. و موفقیت مهمتر اینه که ما همه با همیم، همه یک دل هستیم. و حتی من در مورد این مسئله اخراج دیپلمات ها با چند تا گزارشگر خارجی هم صحبت کردم و این رو تاکید کردم که کشورهای خارجی با ما رو حمایت کردن لفظی، ولی ما نیاز داریم که عمل نشون بدن. ما با حرف قانع نمیشیم. 43 ساله دیدن که چه اتفاقی افتاده و خیلی صحبت ها کردن، ولی از قدیم به قول ما ایرانی ها 200 گفته چون نیم کردار نیست. به همین خاطر بهشون گفتم ما نیاز داریم که عمل کردشون رو ببینیم و این ما رو قانع نمیکنه به هیچ وجه. متشکرم. سیما، یادآوری میکنم که این تجمع تا ساعت 5 در برابر سفارت جمهوری اسلامی در اینجا ادامه داره و بعد قرار هستش که تجمع کنندگان به سمت کنسولگری جمهوری اسلامی برن. روز گذشته در میدان ترافالگار بعضی از ایرانیان پاسپورت های جمهوری اسلامی را آتش زدن که انتظار میره این کار را هم اینجا بکنن، یک حرکت نمادین در اعتراض به جمهوری اسلامی. ما با شما خواهیم بود در مورد گزارش های بعدی در همینجا. حتما. امید حبیبی نیا از مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن.